سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. برفباری های اخیر و انصاب شرکت های ترانسپورتی زون غرب کشور باعث افزایش مواد خوراکه، سوخت و نفتی در کابل شده است. این وضعیت در فصل سرما باشندگان پایتخت را نگران کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید اعتصاب کاری شرکت های ترانسپورتی زون غرب و برفباری های اخیر باعث افزایش مواد اولیه در کابل شده است. به گفته مسئولان این نهاد، قیمت آرد، برنج، روغن، گاز مایع و بوره افزایش یافته است. آنان می افزایند که باجگیری پلیس در بزرگراه ها و کارمندان گمرک ها و همچنان لطکوب رانندگان ریشه این مشکلات است. په دې کې اساسي دوه مسلې دي، او هغه یو د موټرو نه په لاره باندې پیسې اخیستل دي، اخاذي ده چې د دې نه ډرایوران سر ټکوي، او هره پوسته کې د دولت چې هلته پولیس دي یا محلي پولیس دي یا خپله د وزارت داخلي پولیس دي یا د مراقبت سیار غړي دي، د ګمرک نفر دي یا په فرارود کې یا په دلارام کې چې ډېر زیات خطرناکه پوسته ده. باشندگان پایتخت میگویند با آغاز برفباری قیمت‌های مواد خوراکی افزایش یافته است. روغن بسیار بلند شده. روغن 1980 بود، حال قیمتش به 1275 رسیده است. بوره بلند شده است که بوره در فیبوجی در 15-16 افغانی بود، فعلا به 19 افغانی رسیده است. گاز یو کیلو گاز ورور اتیا روپی ته رسیدلی، لرګي 100 روپۍ دی، خوار او غریب چه وکي مجبور دی، هغوی ټیر وسوځي، پلاستیک وسوځي. مسؤولینو نه او د حکومت نه هم دا خواهش ده چې جدن ګازو باندې، تیلو باندې، هر څه باندې ارزانی راولي چې خوار او غریب یې واخلي، چې دود او لوګی د دې ښار نه ورک. خواستیم نظر وزارت تجارت را در مورد نظارت از بازار و نظر وزارت داخله را در مورد باجگیری های پلیس در بزرگراه زون غرب داشته باشیم، اما با تلاش و تماس های زیاد موفق نشدیم. وزارت زراعت و مالداری میگوید که در 18 ولایت افغانستان کشت و تولید برنج افزایش یافته است. این وزارت تاکید می‌ورزد که تلاش ها جریان دارد که تخم‌های تازه برنج برای کشاورزان معرفی شود تا در این زمینه افغانستان به خود بسندگی برسد. سالانه به ارزش 65 میلیون دلار برنج از بیرون از کشور به افغانستان وارد می‌شود. افغانستان یکی از کشورهای وابسته به برنج بیرون پنداشته می شود. وزارت زراعت و مالداری می گوید که 9% نسبت به سال گذشته در کشت و تولید برنج در افغانستان افزایش آمده است. این وزارت تاکید می ورزد که در سال جاری 383 هزار متریک تن برنج در 18 ولایت تولید شده است، در حالی که افغانستان سالانه به 588 متریک تن برنج نیاز دارد. مسئولان میگویند هنوز هم کشور نیاز دارد که سالانه 205 هزار متریک تن برنج را از بیرون از افغانستان وارد کند. امسال در 18 ولایت و 98 ولسوالی شالزارهای ما موجود بوده و از 18 ولایت ما خوشبختانه تولیدات داشتیم. بیشترین تولید ما که بین 30 تا 35 درصد است از قندوز به دست آمده، متعاقب از او از بغلان و سایر ولایت ها. وزارت تلاش میکند تا با توجه به ظرفیتی که در قسمت تولید برنج در افغانستان وجود دارد، ما بتانیم از طریق فرصتهایی که مساعد است میزان تولید برنج سال به سال بیشتر بسازیم. اتاق زراعت و مالداری کشور میگوید قرار است نوعی از تخمهای برنج وارد شود که حاصل دهی آن زمان کم نیاز داشته باشد و با این روش افغانستان در تولید برنج به خود بسندگی میرسد. برنج زودرس از او که است، یگانه خوبی برنج از او چی است که بعد از برداشت خربوزه 2 ماه به زمستان میمانه. امی برنج زودرس تا دمی 2 ماه الا 2.5 ماه کشت و زراعتش حاصلش بس به دست دیاقین میرسه. بر مدت 75 روز بهترین برنج است. امی برنج بی خوب است. انشالله که 3 سال بعد ما با حساب برنج به خود کفایی میرسیم. آگاهان اقتصادی هم از وزارت زراعت و مالداری می خواهند که برای توسعه کشت برنج از سکتور خصوصی پشتیبانی کند تا افغانستان از کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل شود. قیمت گاز در این اواخر در شهر کابل روز به روز افزایش می‌یابد.
باشندگان این شهر میگویند که حلقات مافیایی با برخی از افراد حکومتی در افزایش قیمت گاز دست دارند و برای کنترل آن اقدام نمی کنند. وارد کنندگان گاز مایع اتصاب شرکت های اتحادی شرکت های ترانسپورتی زون غرب را دلیل افزایش قیمت گاز می دانند. همه ساله با فرارسیدن فصل سرما قیمت گاز مایع در شهر کابل افزایش می یابد. در یک هفته قیمت گاز از 50 افغانی به 80 افغانی افزایش یافته است. باشندگان پایتخت به این باورند که حلقات مافیایی در حکومت از مجبوریت مردم سوء استفاده کرده و نفع می برند. برای ما وقت که میارد فقط 2200، حال برای ما میارد 3200. یعنی از مخاطر ما اینه هیچ گاز نداره به نیاورده. مسئولان اتحادیه وارد کنندگان گاز مایع میگویند که یکی از دلایل افزایش قیمت گاز اعتصاب کاری شرکت های ترانسپورتی زون غرب است. آنان می افزایند که باید حکومت ذخایر استراتژیک داشته باشد تا در همچون موارد از آن استفاده کند. راه غرب افغانستان با مرکز از 15 روز به این طرف مسدود است و ذخایری که در هرات پر از گاز است نمیتونند به مرکز را برسانند و به سایر ولایت. مسئولان شرکت های ترانسپورتی خصوصی میگویند که اعتصاب آنان پایان یافته است. آنان از بازرگانان انتقاد می کنند که قیمت ها در نتیجه احتکار و انحصار افزایش یافته است. زاغه احتکارگر و مافیایی کسان چې ځان ته د تجار او د دکاندار د دین عمر کوي، دوی هم په ملت باید رحم وکړي. ز دغه غاز منګه هر یو مصرفو د دې تاثیر په هر کورنۍ ارغلی ترسیږي. اوس خو که د لارو بانه واده لار اخلاص شوي، د بیګا ماخام نه دی خو هغه توقف ختم شو. مردم هشدار می دهند اگر حکومت از خودسری های بازرگانان جلوگیری نکند، از مواد سوختی تصفیه ناشده و حتی تایر های کهنه برای گرم کردن خانه هایشان استفاده خواهند کرد. باشندگان پکتیا از بلند رفتن قیمت های مواد اولیه در این ولایت شاکی‌اند. آنان ادعا دارند که پس از رایج شدن پول افغانی در این ولایت، دکانداران نرخ مواد اولیه را بلند کردند. این باشندگان میگویند پیش از این مواد اولیه به کلدار به فروش می رسید، اما حالا به همان نرخ به پول افغانی به فروش می رسد. باشندگان پکتیا از حکومت می خواهند تا جلو این خودسری ها را بگیرد. از یک سال به این سو مقام ها در ولایت پکتیا کمپانی را به منظور رایج شدن پول افغانی در این ولایت را اندازی کردند. به گفته این مقامات حالا حدود 70% داد و ستد به پول افغانی صورت می گیرد. اما باشندگان این ولایت می گویند که پس از رایج شدن پول افغانی در این ولایت نرخ مواد اولیه نیز بلند رفته است. آنان از حکومت می خواهند تا جلو این کار را بگیرد. نرخونه دیر قیامت دی. مخکش کوم شای پو کلدارو باندې خرچی د اوس په بازار کې په افغانیو باندې هغه شای پیغه قیامت باندې ده. د حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې نرخنامه وټاکي او هر شای ریټ معلوم کړي. مخکې چې په کلدارې کېده که نه هغه اوس په افغانو یې ده، سپرک هم نه ده کړی، لا جګ دي او ارزانه نه دي. دا نه شي کولی چې دلته نرخنامه تعین کړي یا نرخنامه راوړي. نرخنامه نه شته که یو شی سل کلدار یو په سل افغانۍ باندې پیدا کړي. مقام ها در این ولایت این مشکل باشندگان را میپذیرد، اما تاکید دارد که به زودی یک کمیته برای کنترل نرخ مواد اولیه در این ولایت ایجاد می شود. پکتیا که د افغانای د ترویج پروسه په بریالیتوب سره بشپړیدون کیده، د نرخونو د تعادل نه ساتلو برخه کې واقعا شکایتونه موجود دي. که څه هم په دې برخه کې د ولایتي ادارې لخوا نه اقدامات شوي دي، خو لا به هم پراتلونکو ورځو کې دغه اقدامات پسې چټک شي. این در حال است که در چند ماه اخیر مقام ها و باشندگان شمار از ولایات در برابر جلوگیری از واحد پولی کشورهای همسایه و رایج شدن پول افغانی کمپاین را راه اندازی کردند که این کمپاین با استقبال شهروندان روبرو شده است. پروازهای بین المللی از فضای افغانستان 25% افزایش یافته است. مسئولان این وزارت میگویند که پس از افزایش تحریم‌ها علیه ایران، برخی شرکت‌های معتبر جهانی استفاده از فضای هوایی این کشور را قطع کرده و از فضای افغانستان استفاده می‌کنند.
شماری از آگاهان این فرصت را به افغانستان برای یک گسترش خدمات هوایی سرنوشت ساز می دانند. پس از افزایش تنش‌های بحرانزا میان آمریکا و ایران و هدف قرار گرفتن یک هواپیمای اوکراینی در فضای ایران، شماره شرکت‌های معتبر خارجی پروازهای خود را از فضای افغانستان تنظیم کردند. مسئولان در وزارت ترانسپورت میگویند که در اواخر هفته گذشته پروازهای بین المللی از فضای افغانستان 25% افزایش یافته است. عاید ترانزیت پروازهای هوایی از فضای افغانستان پیش از این سالانه به 66 میلیون دلار می رسید. احتمالاً این عاید 20 تا 25 میلیون افزایش خواهد یافت. وزارت ترانسپورت و اداره هوانوردی ملکی با در اختیار داشتن تکنولوژی لازم آمادگی کامل برای تسهیل پروازهای عبوری دارد و نقش موثر را در مدیریت جریان ترافیک هوایی و سیستم ایر ناویگیشن منطقه ایفا می نماید که باعث افزایش عواید در قسمت خود بودیم. مسئولان در اتحادیه هوانوردی افزایش پروازهای بین المللی از فضای افغانستان را برای افزایش عواید مهم خوانده، از اداره هوانوردی می خواهند که برای جلوگیری از مشکلات ظرفیت های خود را ارتقا بخشد. افغانستان توس مهمه داده چی اول دا پروازونه چوز دا افغانستان پر فضا بین تیریر او دی حقشه خدمات رو تورک داسې موضوع را نسی چې افغانستان داسې معلومه کې چې دی دا خدمات نسور کولی، خو تر څنګه دوهم مهم موضوع دا ده چې افغانستان پاینده کې هم خپل ظرفیت نور هم لوړ کړي. که د ایران فضا هر څومره داسې مشکلات ونه لري یا مسونه هم وي، د دنیا هوایی چلند ادارې او هوایی شرکتونه دا تصمیم ونیسي چې دی د افغانستان د فضا څخه غواړي چې تیر سي. مسئولان در اداره مستقل هوانوردی ملکی میگویند که پیش از این از هر پرواز 700 دلار اخذ میشد و پس از این 250 دلار افزایش می یابد. قالین افغانستان زیر فشار شدید قالین کشورهای همسایه قرار دارد. اتحادیه صادرکنندگان قالین با ابراز این مطلب میگویند که حکومت توجه لازم را برای صادرات قالین کشور ندارد و مشکلات کنونی نیز ناشی از این بی‌توجهی است. اتحادیه سراسری صادرکنندگان قالین میگویند که افغانستان در گذشته سالانه 1.5 میلیون متر مکعب قالین صادر میکرد که اکنون رقم صادرات به 500 هزار تا 600 هزار متر مربع کاهش یافته است. به گفته آنان کشورهای همسایه و منطقه تلاش دارند که صنعت قالین افغانستان را به صفر برسانند. قالین افغانی بسیار بی‌نهایت زیر ضربات محکم کشورهای همسایه قرار دارد و به خاطر اینکه از مارکت برآمده باشه، کنترل نوعیت و جنسیت و کیفیت قالین اختیاری ساختن تا ما از ورود قالین بی‌کیفیت در مارکت ها نتانیم جلوگیری کرده. آگاهان اقتصادی حکومت و وحدت ملی را مورد انتقاد قرار می دهند که در رشد صنعت قالین ناکام بودند. با باورانان این صنعت در رشد اقتصاد کشور نقش ارزنده ای دارد. اقتصاد محلی همین که روی صنعت قالین باید سرمایه‌گذاری می داشتن و برنامه تشویقی می داشتن و در حقیقت را متریال و یا مواد خام به هزینه پایین تر برشان فراهم می ساختن، حداقل در مالیاتش در تکتانه که اگر از بانک ها می گیرن برشان کم کمک می کردن، با تکتانه ارزان تر می تونستن قرضه بگیرن. آگاهان میگویند که اگر برای رشد صنعت قالین تدابیر خوبی از سوی حکومت گرفته میشد، آمار فقر در کشور کاهش میافت. خواستیم نظر وزارت تجارت را نیز در این مورد داشته باشیم که با تماس‌های زیاد موفق نشدیم. ریاست زراعت بلخ توزیع تخم اصلاح شده یک گندم زمستانی را برای کشاورزان بلخ آغاز کردند. محمد سالم سائی رئیس زراعت بلخ میگوید بیش از 637 متریک تن گندم بصری را برای بیش از 12 هزار کشاورز در سطح این ولایت توزیع خواهند کرد. با این حال کشاورزان بلخ میگویند با استفاده از تخم‌های اصلاح شده گندم حاصلات آنان افزایش پیدا خواهد کرد. ریاست زراعت بلخ از تلاش‌ها برای افزایش سطح حاصلات کشاورزی در این ولایت سخن می‌زنند و توزیع تخم اصلاح شده گندم زمستانی را برای کشاورزان آغاز کردند. به گفته رئیس زراعت بلخ در سال جاری برای بیش از 12 هزار کشاورز 637 متریک تن گندم بذری توزیع خواهند کرد. گندم ما در کل 12710 نفر دهقان تحت پوشش قرار می‌دهد در ولایت بلخ
که به شکل سبسیدی توزیع میشه. قیمت یک بوری گندم از بر وزارت زراعت 1945 افغانی تمام شده. کشاورزانی که تخمای اصلاح شده گندم دریافت کردند ظاهرا از حاصلاتشان در سال جاری خرسند هستند و میگویند با استفاده از تخمای اصلاح شده گندم سطح حاصلات آنان افزایش یافته است. از گیر پارسال گرفتیم تقریبا 160 سیر. امسال امید داریم که از بالاتر انشاءالله اگر خدا بارندگی بده و آب باشه از بالاتر امید داریم که ما حاصل بگیریم. گندم حاصلات خوب نداشت. از یک گیر زمین الک زیاد ما گندم میگرفتیم 15 بوجی یا 16 بوجی. آره تقریبا تا 20 25 بوجی 30 بوجی هم ما گندم میگیریم. با این حال مسئولان ریاست زراعت بلخ میگویند در سال جاری بیش از 100 هزار هکتار زمین للمی تحت بذر گندم قرار گرفت و همچنان سطح حاصلات به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. شماره اعضای سکتور خصوصی مصوبه مجلس در مورد تعلیق بودجه وزارت تجارت و به اعتبار خواندن امضای سرپرست این وزارت را خلاف قانون می‌دانند. با گفته آنان وزیر تجارت به گونه مسلکی خدمات را ارائه می‌کند. اما برخی دیگری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که اقدام مجلس نمایندگان قانونی است. مجلس نمایندگان روز گذشته بودجه وزارت تجارت را تعلیق و بساس مصوبه که با اکثریت آرا به تصویب رسید، امضای اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت در تمامی اوراق حکومتی را نیز به اعتبار اعلام کرد. اما در اینجا شمار از بازرگانان و اعضای سکتور خصوصی گرده هم آمده و میگویند که برخورد مجلس غیر قانونی و عقده‌ای است. نشانه تا سرای واقعا به خندا وردی از مگیله ده ولکم پر پارلمان دلوری چه ده پارلمان نوم ده بدشی ولکم پلوری و دست پیسلاو کچه اغا غیر اصولی پیسلاوی. اتاق متشبسین، مولدین، اتاق زراعت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری بانوان نیز میگویند که سرپرست وزارت تجارت مشکلات زیاد سرمایه گذاران را حل کرده است. رد یک بودجه از یک منبع واحد عقل و صلاحیت ازیر پارلمان کشور ندارم. خواهشمند هستم که وکلای محترم به این قسمت کمک به قانون هم مراجعه بکنند. پارلمان در قسمت تصمیمی که اتخاذ کرده غور مجدد بکنه و تجدید نظر بکنه و بگذاره تا وزارت تجارت و صنعت به کار خود ادامه بده. اما برخی دیگر از آگاهان اقتصاد اقدام مجلس را به اساس قانون میدانند و میگویند که سرپرست وزارت یک سال خلاف قانون سرپرست بوده است. من حیث یک ملت توقع داریم از وزیر تجارت خود که دو سال آینده بسیار پرچالش است و امسال هم پرچالش است برای افغانستان و میتونست که تفاهمات در بندر چابهار، در لای جارجاورد و در دیگر بنادرها ایجاد میکرد با کشورها و همچنان در ازای هوایی که میتونست ما صادرات بیشتر بداشیم. سکتور خصوصی میگوید که زیر اداره اجمل احمدی افغانستان برای نخستین بار 1 میلیارد دلار صادرات داشت. سرنوشت 4 معدن زغالسنگ بغلان و کارگران آن هنوز هم روشن نشده است. کارگران این معدن بر رسم اعتراض درب تصدی زغالسنگ شمال را بستند و تعیین سرنوشت 627 کارمند و کارگر معدن زغالسنگ کرکر، دودکش، آهندره و خرددره این ولایتند. کارگران معدن چهارگانه زغالسنگ بغلان میگویند پس از آن که فابریکه های سمنت پل خمری از سکتور خصوصی به اداره عملیاتی انکشاف ملی ریاست جمهوری واگذار شد، معدن های کرکر، دودکش، آهندره و خرددره بغلان نیز مطابق حکم در 9 اسد سال 1398 خورشیدی به وزارت معدن سپرده شد که با گذشت 6 ماه هنوز این حکم از سوی وزارت معدن و تصدی زغالسنگ شمال تطبیق نشده است. دلیل جمع شدن ما اینمی به سرنوشتی است. فقط ریاست تصدی را بسته کردن می کارگرها تا روزی که نتیجه نداده دیگر به ایج انوان ریاست تصدی را ما کار کردن نمیمانیم چون خود ما به سرنوشت هستیم. تولید داریم، ما کدام ارگانی نیستیم که بار دوش دولت باشیم. ما از عاید خود مصارف خود را تعیین میکنیم. مگر وزارت معدن مدت 6 ماه میشه که ما مردم یک اتو یک پرسون نمیکنه که 627 نفر در چی حالت است.
آنان میگویند وزارت معدن مواد خام، ابزار کار، وسیله نقلیه، روغنیات و غذای محل کار را برای کارگران این معادن فراهم نمی کند و حتی کارگرانی که در جریان استخراج زغال سنگ مسموم و یا زخمی می شوند بیمارستان های فابریکه سمنت پلخمری و تصدی زغال سنگ شمال آنان را تداوی نمی کند. اول این همین مشکل است که یکی نان ما را نمیده، یکی موتاری ما به وقت واده نمیده، یکی ما را کسی تحویل نمیگیره. اگر ما کار بند کنیم داخل آتشگیری میشه، مادن در یک سال دیگه هم پس سر حال نمیده. ما این همین مردم کارگر کلیش رفتن در سر کار خود، اشکمی گشنه کار کرده، پس از موجه دستات سه بچ آمده در خانهش نان خورده. دو ماه قبل نیز این کارگران معدن زغال سنگ بغلان از بهر بی‌توجهی و سرنوشت نامعلوم معدن چهارگانه بغلان اعتراض کرده بودند که مسئولان تصدی زغال سنگ شمال نگرانی آنان را بدجا دانسته و برای حل مشکلات کارگران معترض تاکید داشتند و اما کارگران میگویند در 6 ماه گذشته وزارت معدن آنان را همواره پاسخ رد داده و وعده های مسئولان در مرکز و ولایت هم تحقق نیافته است. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که افغانستان هنوز یکی از فقیرترین کشور جهان است. بر بنیاد یک گزارش تازه این اداره، 55% افغان ها با درآمد روزانه کمتر از $1 زندگی می کنند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان تاکید می ورزد که 14 جنگ مردم این کشور را به گونه ظالمانه آسیب رسانده است. در همین حال، وزارت اقتصاد میگوید افغانستان از جمع 10 کشور فقیر در جهان است که 55% از شهروندانش زیر خط فقر زندگی می کنند. با آنکه میلیاردها دلار آمریکایی از بهر مبارزه با هراس افغانی و توسعه اقتصادی در کشور از سوی کشورهای همپیمان افغانستان در این کشور هزینه شده است، اما گزارش تازه بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی این کشور نشان می‌دهد که این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. در بخش از این گزارش آمده است که 55% افغان‌ها با درآمد روزانه کمتر از $1 زندگی می‌کنند. سیگار در صفحه تویتر خود نگاشته است که مردم فقیر افغانستان به طور میانگین سالانه تنها $8 را در بخش صحت به مصرف می‌رسانند. 14 جنگ در افغانستان مردم این کشور را به گونه ظالمانه آسیب رسانیده است. وزارت اقتصاد کشور هم میگوید که افغانستان در جمع 10 کشور فقیر جهان قرار دارد که 55% شهروندانش زیر فقرند و 52% دیگر زیر فقر پولی قرار دارند و بیشتر از 44% دیگر در عدم موجودیت غذایی هستند. در حدود 55% از مردم افغانستان روزانه کمتر از 70 افغانی مصرف دارند که مبتنی بر شاخصهای خط فقر ملی فقیر محسوب میشن. اجازه احمد نام دارد، نانآور 12 نفری خانواده اش است. با این کراچی لب و فروشی اش که روزانه 300 تا 400 افغانی درآمد دارد، نفقه 12 نفری خانواده اش را مهیا میکند. میگوید ماهانه 8000 افغانی کرایه خانه میدهد و می افزاید که 10 سال است که در این شغل کار میکند و تا اکنون نتوانسته است که 100 افغانی پس انداز داشته باشد. روز صدر به کرای موتر میتیم، یک 50-60 روپه شنان و چاش زشار میخوریم خود ما. دیگه او میمان یک 2.5 صد روپه، 2.5 صد روز مای 8000 کرای خانه میتیم. برنان خانه فامیل دیگه چیزی نمیمانه. با این همه افغانستان هنوز در فهرست فقیرترین کشورهای جهان. از سوی هم سیگار در این گزارش نگاشته است دستاوردها در همه بخشها به شمول صحت، آموزش و پرورش، حقوق زنان و دختران باید محافظت شود. این اداره همچنان تاکید کرده است که برای تقویت این دستاوردها و گسترش آن در مناطق دیگر که تاکنون از توسعه و سرمایه‌گذاری محروم ماندند تلاش صورت گیرد. خب بیننده های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.